خوش آمدید آقای دکتر اسماعیل نوری علا، آقای سیاوش عبقری. عذر میخوام از یک چند دقیقه تاخیر، ما حدود فکر میکنم 45 دقیقه فرصت داشته باشیم که بتونیم به نقد و بررسی این اوضاع بپردازیم. حالا از هر چیزی میدونیم که آقای ظریف هم اینجا بودش در دو مصاحبه که با بی بی سی داشتن. ایشون در حقیقت با پیام های اینچنان و آنچنان میکنیم، نه تنها ایشون بلکه آقای شمخانی و آقای ولایتی و به طور کلی سران ریز و درشت رژیم جمهوری اسلامی از همون موزه شعار درمانی خودشون که بیشتر به قولی مصرف داخلی داره استفاده کردن و گفتن اگر آقای ترامپ یا امریکا از برجام خارج بشه، ما هم در حقیقت از MPT خارج خواهیم شد و ما هم در حقیقت از برجام خارج خواهیم شد. این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ هر کدوم از آقایون که دوست دارن، آقای نوری علا از شما شروع میکنیم. بله، عرض کنم که سلام میکنم خدمت شما و خدمت دکتر عبقری دوست گرامی و بینندگان و شنوندگان این برنامه. خب ما که غیبگو نیستیم که بدونیم فردا آقای برجام از کیسه ببخشید آقای ترامپ از کیسه معجزات خودش چه تصمیمی رو خارج خواهد کرد. بنابراین باید سناریوهای مختلف رو در نظر گرفت و دید که در هر کدوم از سناریوها وضع چگونه خواهد بود. من سه تا سناریو رو بیشتر محتمل می‌دونم. یکیش اینه که واقعا آقای ترامپ تصمیم بگیره که امریکا رو از این قرارداد 5+1 با حکومت اسلامی خارج بکنه. دومیش هم اینه که نه، تصمیم بگیره که بمونن در اونجا. و سومیش هم اینه که یک پیشنهاداتی رو مطرح بکنن برای به اصطلاح ترمیم و اصلاح این قرارداد، و باید دیدش که در اون صورت سوم اون شرایط چه چیزهایی هست و آیا ایران که نمیشه، با حکومت اسلامی توان این رو داره که اون شرایط رو بپذیره یا نه. به نظر من قبل از هر چیزی مسلم است که حکومت اسلامی از یک سو و کشورهای اروپایی از سوی دیگه از این برجام منتفع می شود. انتفاع و عرض کنم که منافع امریکا در این برجام چندان زیاد نبوده از روز اول. من یک نقل قول کوتاهی رو از آقای عباس عراقچی معاون وزارت خارجه خوندم دو سه روز پیش که در مورد مخالفت امریکا و اسرائیل و عرض کنم که عربستان سعودی با مسئله برجام میگوید که ما برای همه سناریوها آمادگی داریم، اما نفس ادعاها و اقدامات امریکا و اسرائیل و عربستان نشان میدهد تا چه اندازه این کشورها از برجام و شرایط این توافق برای ایران ایجاد کرده است نگرانی و عصبانی هستند. یعنی به صراحت میگوید که شرایطی رو این توافق، حالا میگم ایران، من هیچ وقت دوست ندارم که در این بحث به خصوص از ایران نام ببرم، چون فقط من فکر میکنم که منافع حکومت اسلامی با منافع ایران در دو جهت مختلف حرکت میکنه، کاملا در تضاده. بله بفهمید. بله، در نتیجه خب روشن است که ایران و حکومتی که مسلط بر ایران هست از اینکه این برجام لغو بشه یا امریکا ازش خارج بشه بسیار نگران هستند و همه چارت و شورتی هم که میکنن که ما برای همه سناریوها آمادگی داریم به نظر من بیشتر شوخیه. بنابراین امریکا با توجه به سیاستهایی که آقای ترامپ روز اول در پیش گرفته بر بنیاد یک نوع ناسیونالیسم جدید امریکایی و اینکه منافع امریکا برتر از هر چیز دیگری است، مثلا بر منافع اروپا برتری داره، من فکر می‌کنم که اقدام اول، احتمال سناریوی اول خروج امریکا از برجام بسیار برای حکومت اسلامی شکننده باشه. حفظش رو هم بسیار بعید میدونم، چون با این حالتی که آقای ترامپ داره که میگوید من هر روز یک پیروزی جدیدی رو به دست میارم،
یک شکست خواهد بود که با همه این احزاب بخوان برجام را اونگونه که هست نگه دارن. بنابراین میمونه سناریوی سوم و اینکه شرایط ترامپ چیه و ایران و حکومت اسلامیش چگونه میتونه اون شرایط رو برآورده کنه. ممنونم آقای دکتر عبقری. با در نظر گرفتن اینکه دولت اسرائیل از همون ابتدا همواره مخالف چنین قراردادی بودش و همواره هم در مواقع مختلف تا توانسته چه در سازمان ملل چه در سفرهاش به کشورهای اروپایی و چه در ملاقاتهاش با سیاستمداران امریکایی موضع خودش رو به جدیت اعلام کرده که این برجام در حقیقت تغییری در سیاستهای جمهوری اسلامی، سیاستهای نفوذی جمهوری اسلامی نخواهد داد و ما مشاهده کردیم که هفته گذشته آقای نتانیاهو با ارائه مدارکی و سیدی هایی اعلان کردش که برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. آیا فکر میکنید که در حقیقت خود نقش اسرائیل در متقاعد کردن کشورهای اروپایی و امریکا در رابطه با خطری که جمهوری اسلامی در با حضورش در سوریه و لبنان و یمن و عراق و به ویژه در رابطه با به قول اسرائیلی ها ایجاد پایگاه های نظامی بر علیه اسرائیل به وجود میاره، خود نقش اسرائیل رو چگونه میبینید؟ سفراشو چهارشنبه قراره که آقای نتانیاهو با آقای پوتین ملاقات داشته باشن و در حقیقت همین دیروز در مجلس خود اسرائیل ایشون اعلان کردن که ایران در چند ماه گذشته در تلاش بوده که سلاح‌های پیشرفته رو از ایران به سوریه انتقال بده و همواره هم ما دیدیم که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ایران هم گفته که ما پاسخ حمله اسرائیل به در حقیقت یک پایگاهی که در اطراف دمشق رو بی انتقام یا بی پاس یعنی بی پاسخ نمیگذاریم حمله اسرائیل رو. شما این در حقیقت موضع اسرائیل رو در پیش برده این بحران چگونه میبینید و در بویژه با موضع ترامپ میبینیم که ترامپ رابطه بسیار بسیار نزدیکی به آقای نتانیاهو داره؟ درود دارم خدمت شما و همچنین جناب دکتر نوریالا و همچنین بینندگان شما و هر کجا که هستن. در ارتباط با سیاست‌های آقای نتانیاهو و همچنین به طور کلی اسرائیل، بعد این توجه داشته باشیم که اسرائیل در ارتباط با امریکا، سیاست‌های امریکا نسبت به اسرائیل در حقیقت یک سیاست داخلی است و نه خارجی، برای که نفوذی که اسرائیل و به طور کلی کلیمی‌ها و نهادهای اونها در امریکا در دارند و نفوذی که در بین سیاستمداران دارند اینها، بنابراین این فرصتی هم بوده است برای آقای نتانیاهوی دست راستی که بیاد در حمایت از برنامه های آقای ترامپ این سخنرانی ها رو انجام بده و این برنامه های افشاگرانه رو انجام بده که حالا نمیدونیم تا چه حد درست است یا نیست، ولی در این حال آمده است که در شرایطی که کشورهای اروپایی، سران کشورهای اروپایی آمدن کمپین میکنن برای نگهداری این برجام، ایشون هم این تبلیغات شروع کرده در حمایت از آقای ترامپ که موضع ایشون رو تقویت بکنه و همچنین میدونیم که در این کمپ الان ما دوتا کمپ میبینیم در ارتباط با این، یکی ایران است با همراه با کشورهای اروپایی که مخالف این هستن که این برداشته بشه، لغو بشه و همچنین در کنار روسیه و چین، ولی این طرف هم میبینیم که امریکا و اسرائیل و همچنین عربستان در یک کمپ قرار گرفتن در تقابل با این برنامه. دقیقا همین است، ولی این که آقای ترامپ چگونه برخورد خواهد کرد فردا، همینطور که آقای دکتر نوریالی هم مطرح کردن، این که هیچ کاری نکنه و بگه که بله باشه همین روندی که تا به حال بوده ادامه پیدا بکنه، چنین تصمیمی به در حقیقت شانسش صفر هست، برای اینکه این همه سران کشورهای اروپایی اومدن اینجا کمپین کردن، حداقل میتوانست اگر بخواد هیچ کاری نکنه در زمانی که
این گفتگوها با اونها ادامه داشت یه همچنین تصمیمی رو که مطرح میکرد. بنابراین به طور قطع یک تصمیمی رو اعلام میکنه فردا. حالا اون تصمیمات چی هست باشه؟ گزینه های مختلفی هست که میتواند که یا ممکن است که به طور کلی بگه که خب ما همینطور که میدونیم که این هر 90 روز هر 3 ماه باید تصمیم گیری بشه که ایران پایمند بوده و یا نه و اینها میمونن روی اینا. ممکنه که بله بگه که ما در 90 روز آینده هم کاری نمی کنیم ولی مشروط به این موارد که یک جمهوری اسلامی بیاید به اصطلاح فعالیت های موشکیشو تمام بکند و همچنین حمایتشو از حزب الله و سوریه و تو منطقه برداره، کار همچین چیزی رو ادامه نده و همچنین ولی و همچنین تاریخ انقراض این چیزام برداشته بشه. آقای عبقری ببخشید بحث این که آقای ترامپ این موزه رو خواهد گرفت که این موزه رو گرفته بودند و اتفاقی هم در این زمینه نیفتاد در رابطه با مطالبات ترامپ. اشاره کردید به نقش اسرائیل و اینکه آقای نتانیاهو از این فرصت دارن بهره‌برداری میکنن و در حقیقت با اتحاد با عربستان سعودی و ترامپ دارن در حقیقت در یک جبهه قرار میگیرند. آیا فکر نمیکنید که خود ایران هم سهم بسزایی در رابطه با موضوعی که اسرائیل داره میگیره داشته؟ قرارداد برجام فرصت مناسبی برای ایران بود که بتونه در حقیقت حسن نیت خودش رو در رابطه با این برنامه نشون بده و یکی از در حقیقت به قول خود امریکایی‌ها روح برجام مبنی بر این بودش که ایران بتونه نقشی در ثبات منطقه داشته باشه، ولی ما دیدیم که از این فرصت استفاده نکرد و به سیاست‌های بست ایدئولوژیک خودش در منطقه ادامه داد، حضور نظامی در سوریه، فرستادن موشک‌های بالستیک به یمن و دخالت‌های نفوذی که جمهوری اسلامی تو سیاست‌های ایدئولوژیک خودش داشت. آیا فکر نمی‌کنید اینها در حقیقت عوامل مهیاساز این ترس و دلنگرانی دولت اسرائیل و عربستان سعودی بوده؟ بله دقیقاً. باید این رو توجه داشته باشیم که نظام جمهوری اسلامی از ابتدای سرکار اومدنش شروع کرده با ایجاد بحران‌های مختلف برای اینکه بتونه سرکار بمونه. می‌بینیم که به عنوان یک رژیم تمامیت‌خواه راندخار تمام سرمایه مملکت رو کاری که می‌کنه یا غارت کردن و یا هزینه کردن برای سرکوب ملت و یا همچنین خریدن به اصطلاح حامی در کشورهای منطقه در جاهای دیگه، هزینه کردن درآمد نفتی در کشورهای دیگه برای ساختن مسجد و حوزه علمیه و و و و که اینها را حامی داشته باشه و در این حال چرا این مسئله حامی بودن چرا برای اینکه مردم رو بله ببخشید صدا به این سوی بحران ها بله ببخشید یعنی ببخشید که وسط صحبتتون ببینید شما وقتی میگید حامی میکنید چون فرصت کمه میخوایم به یک نتیجه برسیم. در رابطه با نقش اسرائیل صحبت شد و اینکه موزه خود ایران میتونه زمینه‌های مهیاساز رو آماده بکنه. گذشته از سیاست‌های در حقیقت بست ایدئولوژیکش، موزه مشخص ایران در رابطه با اسرائیل مورد سوال هستش. نوشتن مرگ بر اسرائیل یا اسرائیل باید نابود گرده به زبان عبری بر موشک‌ها یا فرستادن پیام‌های اینچنینی، سوال من مشخصا این بود که آیا فکر نمی‌کنید که خود جمهوری اسلامی نقشی در موازی تندی که آقای نتانیاهو در رابطه با برجام میگیرن دارند؟ با یک مطلب کوتاه آریانه خواهش میکنم چون به آقای نوری علا بپردازیم. دقیقاً چون این بوده و هست و خواهد بود، برای اینکه این رژیم همینطور که اشاره کردم با پرداختن به این امور میخواهد که توجه از بحرانهای داخلی منتقل بکنه به بحرانهای خارجی که مردم رو اونجا سرگرم. تشکر میکنم آقای دکتر نوری علا. سفر آقای ظریف در حقیقت یک خیلی از در حقیقت تحلیلگران سیاسی معتقد هستند که جنبه تبلیغاتی داشته و یک در حقیقت جنبه شعاری که بیشتر شاید مصرف داخلی می داشته. آقای ظریف در مصاحبات خودش در بی بی سی و در رسانه دیگر اعلام میکنند که اگر که امریکا از برجام خارج بشن ما هم از ام پی تی خارج میشیم. ام پی تی در حقیقت منع ساخت سلاحات
تسلیحات هسته‌ای. خیلی معتقد هستند که این موضع آقای ظریف یعنی یک نوع اعلان جنگ. در این حال خب ما می‌دونیم که آقای روحانی موضع بسیار معتدل‌تری گرفته که برای اولین بار می‌گویند که این موضع معتدل از طرف جمهوری اسلامی دیده شده که اگر امریکا خارج بشه احتمال اینکه ما در برجام ببانیم هست. یک، اگر که ایران از برجام خارج بشه آیا فکر میکنید که حمایت دولت‌های اروپایی رو که همکنون از ایران دارن حمایت میکنن رو از دست خواهد داد؟ دو، وقتی که یک موضع این چنین تهاجمی رو ایران میگیره آیا عدم توازن قوا یعنی تعادل نیروهای در حقیقت جنگی چه عوامل و پیامدی میتونه در پیش داشته باشه؟ نظرتون در این زمینه خواهش میکنم. ببینید من فکر میکنم که ایران به این آسونیا از برجام خارج نمیشه مگر اینکه کشورهای اروپایی و روسیه به خصوص که یکی از این پنج به اضافه شیشه در این مورد برنامه های دیگری داشته باشن و این تهدیدها که اگر امریکا خارج بشه ما هم خارج میشیم انگار که مثلا اونها لطفی کردن به امریکا و حالا امریکا رو تهدید میکنن که میخوان خارج شن از برجام. برجام در حال حاضر به نظر من تنها امید ادامه زندگی حکومت اسلامی به شکل فعلی بوده. بله. و اگر که بهش خدشه‌ای وارد شه، حالا چه به صورت خروج امریکا و چه به صورت عرض کنم که تحمیل شرایطی بر ایران، من فکر میکنم قدم بسیار مهمی در راستای نابودی حکومت اسلامی و خلاص شدن ملت ایران از شر این حکومت برداشته شده. توضیح بدید. بله؟ توضیح بیشتر بدید در این زمینه. ببینید به هر حال من فکر میکنم همیشه که این حکومت اسلامی مثل یک قده سرطانیه که به جامعه ایران چسبیده و مثل دکتر نوی مثلا فیلم های جیمز بانده که قصد کشور گشایی داره، موشک میخواد بسازه و غیره و حالا این آقای دکتر نو آمده سوار مثلا چاهای نفت و گاز ایران هم شده. این حکومت خوراکش و خون زندگیش پولیه که در میاره و بخور نمیری جلوی ملت ایران میندازه و بقیهش رو خرج ماجراجویی های خودش میکنه. و اگر که خروج امریکا از برجام واقعی باشه و در نتیجه تحریم هایی که بر حکومت اسلامی تحمیل میشه برگرده، به نظر من عمر حکومت اسلامی چندان پایدار نخواهد بود. این حکومتی نیست که بر روی وفاداری ملت به خودش و یا منابع مالی که در اختیار داره بتونه به حیات خودش ادامه بده. در نتیجه من فکر میکنم که بلافاصله اگر که اون سناریوی شرایط تحمیلی بر حکومت اسلامی مطرح باشه، واقعا بعد یک سر دوراهی خاصی قرار میگیرن. یعنی که دو مرتبه همونطور که خودتون هم اشاره کردید مسئله نرمش قهرمانانه پیش میاد و حالا حکومت و خود آقای خامنه‌ای این بار باید این جام زهر جدید رو چگونه بنوشن. این که ادعا دارن موشکاشون تا قلب مثلا تل‌آویو هم میرود، این رو چگونه میخوان برد موشکیشون رو تقلیل بدن و بسیاری مسائل دیگه. بنابراین حکومت اسلامی مسلماً با یک بحران اقتصادی و یک بحران مشروعیت جدیدی روبرو خواهد بود که من با خوشحالی میتونم بگم که احتمال این که بتونه از این مخمصه جان سالم به در ببره خیلی کمه. و در نظر گرفتن در حقیقت یک جامعه انفجاری، ما میدونیم که پس از قیام و به طور کلی انقلاب دیماه مردم ایران این در حقیقت اعتراضات گسترده همچنان ادامه داشته در شهرهای مختلف، در خوزستان، در کازرون، در کردستان، در این شعارهای تند مردم معترض، مردم معترضی که ماها از گرفتن کارگران، زحمتکشان جامعه،
همچنان در حقیقت در تب و تاب هستند. یک جامعه انفجاری، یک اقتصاد فروپاشیده. ما امروز میبینیم که اصلاح طلبان و تندروها، اصولگران تندرو که در ابتدا نمایش مخالفت، برخی مخالف و برخی موافق با برجام رو میدادن، پس از اعلان موزه و ضرب الاجل آقای ترامپ حقیقت نگاه ها از صورتشون میفته پایین و همشون دلنگران و هراسمند این هستن که اگر که برجام در حقیقت امریکا از برجام خارج بشه چه اتفاقی میفته. در این حال آقای عبقری ما دیدیم که آقای مکرون، خانم مرکل، خانم می، این سه کشور غربی که جزو امضا کنندگان قرارداد برجام هستن، ابتدا چه موضع سرسختی در مخالفت با موضع آقای ترامپ داشتن، ولی ما میبینیم که یک توافقهایی بین این کشورها داره انجام میشه، به ویژه در رابطه با به قول آقای مکرون four pillars، چهار اصل اساسی، که خود این یک ضربه بزرگی بر در حقیقت اون خوشدلی و خوشبینی جمهوری اسلامی نسبت به حمایت‌های کشورهای اروپایی زده. خب نظرتون نسبت به این که اگر که فرضاً ما نمیتونیم به قول آقای نوری‌الله غیب‌گویی بکنیم، تحلیل‌های سیاسی و نقدها و بررسی‌های بر مبنای شاخصه‌های سیاسی داریم انجام میدیم، اگر اروپا به کمپ آقای ترامپ تا حدود زیادی بپیونده که پیوسته در رابطه با تغییراتی که آقای ترامپ مطالبه میکنه، تغییراتی که آقای ترامپ مطالبه میکنه در حقیقت مستقیما با موضع اسرائیل هم ربط پیدا میکنه، یعنی دلنگرانی اسرائیل در رابطه با حضور نفوذی جمهوری اسلامی در منطقه، چه در حقیقت سناریو، چه تابلویی رو شما در اینجا میبینید اگر ایران به در توافق نمونه، تکیه نکنه به حمایت‌های کشورهای اروپایی و بخواد گردن کشی بکنه و قلدر معابانه رفتار بکنه؟ به نظر من حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه قلدر معابانه رفتار بکنه با وضعیتی که از نظر سیاسی اقتصادی داره و از درون داره فروپاشی میکنه اینها. ولی یک نکته ای که باید توجه داشته باشیم، از این به اصطلاح این معاهده توافق برجام، خب بیشترین بهره رو کشورهای اروپایی بردن و نفع اونها بوده است تا امریکا اگر این رو، این روابط، این رو برجام رو اصطلاح بشکنه و روابط زیاد بهره اقتصادی برای امریکا نداشته. برای همین است که کشورهای اروپایی تلاش کرده و میکنند که همچنان به اصطلاح این قرارداد پا بر جا بمونه. ولی در این حال یک نکته ای هم باید در نظر داشته باشیم که اونها هم الان با این توجه دارن که به خاطر صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرده، آقای ترامپ مجبور، به خاطر خودش هم که شده و سیاست‌هایی که اعلام کرده، در این زمینه حتما یه تصمیمی خواهد گرفت که اون بدون شک این نخواهد بود که این قرارداد رو همینطور نگه داره و شرایط جدید رو بدون شک مطرح خواهد کرد. و از نظر بین المللی هم دیپلماسی هم صحیح نیست برای اون که تا به حال اینقدر تبلیغ کرده حالا بیاد بگه که نما کاری نمی کنیم. بنابراین بدون شک ما باید انتظارش داشته باشیم که این آقای ترامپ ترمیماتی بدون شک در این قرارداد انجام خواهد داد. ولی در این حال می‌بینیم که کشورهای اروپایی که تا به حال تلاش کرده و می‌کنن، یک نکته اساسی که دیگه باقی می‌مونه اینه که اگر که این تحریم‌ها بشود، کشورهای اروپایی مجبور خواهند بود که به اصطلاح هوادار سیاست‌های ترامپ باقی بمونن. چرا؟ برای کمپانی‌های کشورهای اروپایی بیشترین روابط رو با امریکا دارن و در نیویورک که مرکز مالی امریکا هست در اونجا شعبه دارن اینها، و زیاد از نظر اقتصادی اگر از ایران بکشن بیرون، با توجه که الان بحرانی هم که داره وضعیت اقتصادی ایران، زیاد ضرر نخواهند کرد. و به ویژه اینکه کشور کمپانی‌هایی که میخوان تو کشور ایران سرمایه گذاری بکنن به ادامه بدن، با توجه به جنبش‌های فعلی که به وجود آمده در از این 3-4 ماهه
و خطر سیاسی رو بالا برده و اونها هم کمپانی‌های خارجی هم زیاد تمایل به این نشون نمیدن که برن اونجا بخوان سرمایه گذاری بکنن به خاطر این خطری که سرمایه گذاری اونها رو تهدید میکنه، در شرایطی که حتی بخشای از خود نظام پولاشون رو دارن خارج میکنن، اونها نمیخوان پولی رو ببرن تو ایران، در ایران در وضعیتی که داره به حساب داره رژیم سقوط میکنه و این تهدید سیاسی که وجود داره خطر رو برای اینا بالا برده و نمیخواهند چنین خطری رو اینا بپذیرن. تشکر. بنابراین زیاد دارن از اونها، برای کمپانی خارجی اروپایی هم زیاد الان بازار جالبی نیست به خاطر همین خطر سیاسی که متوجهشون میشه. در حال حاضر ما میبینیم که در حقیقت فروش نفت خام و در حقیقت بازتاب همین کمپانی ها چگونه بوده و بازار ارزی ایران رو دچار بحران کرده. اشاره کردید که ترامپ حتما به خاطر موازی رو که گرفته و موازی سرسختانه رو که گرفته و شکست رو نمیپذیره حتما یک کاری انجام میده. ما میبینیم که این کار رو انجام داده، یعنی در حقیقت فایر کردن تیلرسون و استخدام پامپیو که یک فردی است که ما میدونیم که چه موضعی در رابطه با جمهوری اسلامی داره، چه موضعی در رابطه با برجام داشته. اشاره به این کردید که حتی اگر که امریکا خارج بشه و کشورهای اروپایی باقی بمانند در قرارداد برجام، این در کوتاه مدت یا دراز مدت میتونه ضربات شدیدی به مسئله اقتصادی ایران بزنه. ما میدونیم که بخش تحریم ها مستقیما متوجه سپاه پاسداران هستش که بیشترین قدرت اقتصادی رو دارند و میدونیم که همجور که اشاره کردید جامعه در تنگناهای اقتصادی اجتماعی به سر میبره و با در نظر گرفتن این که اشاره کردید که کشورهای اروپای سرمایه گذاران در حقیقت قادر نخواهند بود در یک ارزیابی اقتصادی، مایل نخواهند بود که با کشوری که اینقدر متزلزل هست، چه از نظر سیاست داخلی، اقتصاد داخلی و چه در رابطه با عرصه بین المللی، بتونن به قراردادهای آنچنانی دست پیدا بکنن. یکی از سوالات دیگه احتمال کودتای پاسداران هستش و به خاطر اختلافاتی که بین جناها هست. همین چند روز پیش ما در رابطه با مبوزه روحانی و پاسداران و اختلاف نظرها شنیدیم. آقای دکتر نوری‌علایی عزیز، آیا شما احتمال در حقیقت یک کودتای نظامی رو در ایران می‌بینید در شرایط فعلی در تنگناهای اقتصادی؟ خیلی معتقد هستن که اگر این کودتا بشه با یک تیر چند نشان خواهند زد، با در نظر گرفتن شورش هایی رو که ما میبینیم هر روز به طور گسترده ادامه پیدا میکنه، دامنه دار میشه، با در نظر گرفتن ناتوانی رژیم در حل بحران، آیا فکر میکنید که یک کودتای نظامی در حقیقت حکومت سرکوبگر مضاعف میتونه در حقیقت این رژیم رو، عمر رژیم رو طولانی تر بکنه برای مدتی؟ ببینید احتمال هر چیزی در ایران هست، ولی فایدهش رو باید در نظر گرفت. به نظر من فایده یک اقدام نظامی، کودتای نظامی در ایران به نفع رژیم نخواهد بود، مگر الان در ایران یک حکومت نظامی نیست که بر سر کاره. حالا چهار تا آخوند هم میان و صحبت میکنند و غیره، ولی ما میدونیم که تمام اختیارات در دست سپاه اقتصاد، در دست سپاه مجلس رو سرداران سابق پر کردن. هر به جایی رو که نگاه بکنید سپاه حضور داره. خب حالا سپاه از پشت این نقاب عمامه بیاد بیرون و مملکت رو یه قبضه بکنه، چهار تا آخوندم بگیره به دار بکشه. اما چی داره که به این مردم بده؟ معمولا حکومت نظامی دارای دو لبه هست. یکی این که میاد طغیان‌ها رو با هیبت نظامی خودش میخواد ساکت بکنه، بفرسته به خونه ها، و از سوی دیگه نشون بده که توانایی این رو داره که عرض کنم که یه رفاه و آسایشی برای مردم بیاره. به همین دلیل هم در اغلب مواقعی که مردم به تنگ آمده باشن فکر میکنم که یک حکومت نظامی حتی در صورت موقت خودش میتونه به مسائل اونها خاتمه بده و یه مشکل گشا باشه، در حالی که در حکومت اسلامی خود این سپاه هست که در معرض این تحریم ها هست، خود این سپاه هست که بودجه مملکت رو برده پخش کرده در سراسر منطقه و در نتیجه ضرر اولی که میخوره به این حکومت، به مجموعه حکومت اسلامی، متوجه خود سپاه میشود.
حالا این سپاه بیان قدرت رو در دست بگیره. ارتش رو چی فکر میکنین آقای نوریالو؟ موزه ارتش رو فرض رو بگذاریم، یک فرضی است که ارتش بلند شه، ارتش ایران بلند شه و کودتا بکنه بر علیه سپاه، بر علیه روحانیت. 2 دقیقه خواهش میکنم. من امیدوارم که چنین باشه، ولی من نمیبینم که مثلا این آخوندها بعد از 40 سال جایی برای ارتش گذاشته باشن. تمام فرماندهی ارتش به حال دست ایناست. ارتشی وجود نداره به اون صورت که به عنوان یک ارتش ملی بیاد کودتا بکنه، سپاه پاسداران رو از اون بر درو بکنه، آخوندها رو از این بر. من امیدوارم که ارتشیای ایران این غیرت رو داشته باشن که چنین کاری رو بکنن، ولی بعید میدونم که این توان رو داشته باشن. تشکر میکنم. یکی از موضوعی که آقای ظریف گرفته بود در سفر به سازمان ملل و گفتگوهاش، خروج از در حقیقت NPT بود. یکی از موضوع دیگرش هم در حقیقت دفاع از حقوق بشر در ایران. همه ما میدونیم که وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه هستش، مردم در چه شرایطی به سر میبرن، همه در حقیقت فعالان مدنی در زندان هستن، سرکوب هر روز گسترده تر میشه. هفته پیش ما شاهد ویدیویی در توییتر در یکی از شبکه‌های اجتماعی بودیم که توسط در حقیقت یکی از خبرنگاران این توییت شده بود و رسپاند و بازتاب بسیار بسیار گسترده‌ای در رابطه با خشونت بر علیه زنان داشته. پس بنابراین اوضاع حقوق بشر ایران در حقیقت قابل توجیه نیست و وضعیت ایران هم روز به روز رو به وخامت هستش. میگویند که نقش روسیه ممکنه بتونه در حقیقت یک مقدار بازدارنده باشه. آقای عبقری، میدونیم که روسیه یکی از نماینده هاش رو به ایران فرستاده و آقای شمخانی هم در حقیقت گرد همایی سوچی شرکت داشتن که میگویند شاید روسیه داره نقش در حقیقت یک میانجی صلح طلب رو در اینجا ایفا میکنه که بین این در حقیقت موازه مختلف صلح ایجاد کنه. نظرتون در این زمینه؟ 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، 3-4 دقیقه. من فکر نمیکنم که در صورت این نظام جمهوری اسلامی همطور که در عرض این 40 سال نشان داده و در عمل نشان داده ازش حقوق بشر براش مسئله باشه. ازش اینا باور ندارن. انسان‌ها رو که وقتی امت حساب میکنن دیگه بشری نیست که بخواد که حقوقش رعایت بشه اینا. و در این حال نمیدونم که با روسیه چه صحبتی کردن. روسیه از ابتدای سر کار آمدن اینها از اینها بهره برده و همچنان داره میبره و بهترین خدمت رو این نظام هم به روسیه کرده و هم به کشورهای دیگه بر علیه منافع مردم ایران. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که روسیه دلش به حال مردمان ایران میسوزه و میخواهد که به اصطلاح در اونجا حقوق بشر رعایت بشه، در صورتی که در خود روسیه هم این حقوق رعایت نمیشه. بله، مشاهده تظاهرات گسترده در روسیه هستیم بر علیه آقای ترامپ. بخش عظیمی از این جامعه مثل ایران، من داشتم اینو تماشا میکردم به یاد خود کشور خودمون افتادم. معترضین در حقیقت روسی میگویند که ما نمیخوایم که یک رهبر 20 سال بر عرکه قدرت بمونه و خب اعتراضات شدیدی در این زمینه هستش که آقای ترامپ هم در حقیقت با منیپولیشن توانسته همچنان به قدرتش ادامه بده. در پایان برنامه ما حدود 6 دقیقه داریم که 3 دقیقه هر کدوم از یاران میتوانن در رابطه با موزه سیاسی خودشون و در حقیقت وضعیت کنونی جنبش سکولار دموکراسی آقای نوری علا یک توضیح بدین در کجای کار هستین و بعد هم از آقای عبقری خواهم پرسید. 3 دقیقه چون اشاره کردن ما 6 دقیقه بیشتر به پایان برنامه نداریم. عرض کنم که موزه جنبش سکولار دموکراسی ایران از همون روزی که قرارداد برجام امضا شد مشخص بود. ما یک اعلامیه مفصلی دادیم و گفتیم که به 2 دلیل جدا از هم ما با این توافق موافق نیستیم. از یک سو این توافق یک درمان موقتی برای دردهای حکومت اسلامی ایجاد میکنه،
همطور که آقای اوباما پول نقد گذاشت و هواپیما فرستاد در آخوندها، فکر میکردن که میتونن چرخهای اقتصادی رو بگردونن. اما سیستم طوری بودش که این پول به اقتصاد ایران نمیرسید، صرف اتنای عرض کنم که سپاه پاسداران میشد. بنابراین ما با دادن پول به ایران و برداشتن تحریم که عمر حکومت اسلامی رو طولانی میکرد و به نفع ملت ایران نبود مخالف بودیم. از جهت دیگه تعهداتی که حکومت اسلامی میداد برای اینکه برجام ابقا بشه همشون به ضرر بلند مدت ایران بود، یعنی که اساسا حاکمیت ملت ایران رو نقض میکرد. یعنی چه که یک ملتی بیاید به 6 تا کشور خارجی تعهد بده که شما هر لحظه که دلتون خواست بیایید و مثلا مراکز نظامی ما رو نگاه بکنید، یعنی استقلال ایران رو مثلا اگر بگیم قراردادها از 10 سال تا 25 سال هست در این برجام، تمام حاکمیت ملت ایران رو نقض میکردن اینها. به همین دلیل ما به عنوان نیروهای سکولار دموکرات اعلام کردیم که سکولار دموکرات های ایران به تعهداتی که جمهوری اسلامی به این کشورها میده پایبند نخواهد بود و بر اساس منافع ملت ایران عمل خواهد. تشکر میکنم آقای عبقری. منم ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر نوری‌الله باید این رو مطرح بکنم که اشاره داشته باشم که نظام جمهوری اسلامی از ابتدای سر کار آمدنش نشان داده با در عمل که نظامی است ضد ایرانیت و ضد ایران. مملکت ما اگر توسط یک حاکمیت خارجی اشغال شده بود اینقدر خسارت نمیدید و اینقدر مردم لطمه نمیدید که توسط این نظام به صورت تا به حال لطمه خورده و تمام بنیادهای اقتصادی از بین رفته، انسانیت رو از بین بردن و میبینیم که انتهایی هم نداره. تا زمانی که اینا سر کار باشن هرچه بیشتر موزه تشکل سیاسی شما در عرض 30 ثانیه شما در یک تشکل سیاسی هستید، این تشکل چه موزهی در رابطه با برجام و موزه آقای ترامپ داره؟ 30 ثانیه خواهش میکنم. باید اشاره بکنم در تشکل سیاسی هنوز شکل نگرفته. ما در این کنگره ما در همین ماه 19 هم ماه 20 هم ماه می در فرانکفورت برگزار میشه که اون موقع شکل میگیره. بله ما عنوان تلاشگر تا به حال تلاش کردیم و به خاطر این نمیتونم از سوی حزبی صحبتی بکنید. انشالله انشالله در هفته آینده ما در زمینه این شکلگیری کنگره هم با شما بحث خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد گزارشاتمون و نقد و بررسیمون رو در رابطه با برجام. ببینیم فردا چی میشه. فردا ساعت 2 بعد از ظهر آقای ترامپ میخواد موضعش رو اعلام بکنه. خیلی ها دلنگران وقوع یک جنگ احتمالی هستند. با امید صلح و آزادی ایران شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم و با سپاس از مهمانانم آقای دکتر اسماعیل نوری‌الله و آقای دکتر سیاوش عبقری. مرسی.